مشهد شهری که مستر توش بزرگ شده. یعنی من بچه که بودم یادم هولوش 7-8 ساله وقتی از انگلیس اومده بودیم این وسط به جای اون تراموا که الان رد شد اینجا درختای توت بود، می اومدیم با کفش، یعنی این کفش رو در می آوردیم باهاش توتا رو از بالای درخت می انداختیم پایین، این وسط فوتبال بازی می کردیم، خیلی خاطره داریم. و کلا شهریه که به شهر قضا معروفه، به شهر امام رضا معروفه که امام هشتم شیعیان هستش. جاتون بسیار خالی، با میسیز اومدیم. میسیز بچه سلام، جای همه تو خالی. قراره تو این ویدیو بهتون 10 تا جایی که اومدین مشهد باید برید رو بهتون معرفی کنم و شروعمون از بهترین کله پزی جهانه، بهترین بهترین های بهترین. این چون شهر من هست نمیگم، واقعا کله پاچش بهترین دنیاست. پاچه های بسیار سفید و کله های بسیار خوشگل و خوشمزه. میسیزم که کله پاچه دوست نداره عاشق اینجاست. ببین دیگه چقدر خوبه. کلی گزارش داریم، با من همراه باشید. به ستایسه هستم مشهد. خبسته گلم، این طباخی بین خانواده من بسیار محبوبه. یعنی من الان به خانواده خبر ندادم که مشهدم، ولی احتمال این که هر کدومشون اون داخل ببینیم هست. بابام میره تو، مامانم میاد بیرون، مامانم میاد بیرون، داداشم میره تو. خلاصه خیلی هممون اینجا رو دوست داریم. خدا رحمت کنه آقای طلوع رو، حاجی طلوع رو، که ما از بچگی میومدیم پیشش و کله پاچه میخوردیم. مادر من عاشق زبونه، یعنی حمید طلوع همیشه زبوناشو نگه میداشت برای مامان مهین و بابا قدرت هم که دیگه همه چی رو دوست داره. این بنا گوشت کامله که دیگه رمزشو نمیگم، رمزشو نمیگم. این هم زبانش چشمش های دوانده های کلک. این هم گوشت و بنا گوشت و چشم، بله گوشت فکشه. حالا برم داغش کنم و اینم مناگوشت و چشم و گوشت فکم خدمت آقای سفیدا. بچه این همون بهترین کلپاچه دنیا است که سلامت باشین، سلامت باشین، زنده باشین انشالله. نظر لطف دوستان عزیزم خدمت آقای سفیدا. خیلی ممنون.
بچه ها این آب مغز جادو میکنه، یعنی انقدر این خوشمزه است که بعضا از خود گوشت هم خوشمزه تره. یه بار بدون در واقع نون هم اول تلیت میکنید، خیلی جاها اول آب رو میریزن و خودتون باید تلیت کنید، ولی اینجا اول تلیت میکنید و بعد آب رو خودشون میریزن روش. بچه این جادویی ترین آب مغز دنیا به خدا. وای خیلی خوشمزه است. چطور میسید؟ عالی. این هم لیموناد معروف مشهدی. بچه این چشه، این هم چشه، این هم بناگوشه. برای میسید چی گذاشتی؟ بچه این هم ببین. چشم پاچه هم زبون، پاچه، این هم بناگوش. تست کنیم با هم دیگه. جایی مامان مهین خالی بچه ها، عاشق زبونه، اینو ببین. بچه ها این چش رو ببین. چش ها شهلا بوده، گوسفند. این هم بچه ها باش، گوسفنده فوتبال بازی میکرده. فوق العاده است. بچه‌ها کیفیت پاچه رو ببینین. واقعا هیچ جا نمیتونی این کیفیت رو پیدا کنی. و این هم زبونشه. زبونش هم تست کنیم. بچه واقعا بهترین کله پاچه دنیاست. مشهد، بلوار وکیل آباد، بین وکیل آباد 35 و 37. حمید طلو، حمید خان منتظرتونه. بیاد حالش رو ببرید. لیموناد هم یادتون نره. بیاد جا یه مشکی بده. خوب نخوابیدیم و خیلی زود بیدار شدیم و ما اومدیم بریم هتل استراحت کنیم این چند ساعتی و بعد دوباره شروع کنیم به رستوران گردی. خیلی گزارش داریم بچه‌ها، این فقط اولش بود. بچه‌ها تاکسی هم منتظر اونجا. بریم ببینیم آقای راننده بکنن یک ساعت و خورده بند خدا منتظره. خیلی خوش آمدید. خیلی ممنونم.
کلیپات رو تقدیم حضورتون باشه که باید قسمت کاور من گذاشتم به کاور این هم میزنیم هم پس من دوبار فاید کنیم Viewer, به قول مشهدی ها من امام رضا هم بیزنه و هم قصد هر یکی هست اینم توضیحات رو خب بچه ها اتاقمون رو تحویل گرفتیم هتل قصر طلایی که یکی از بهترین هتل های مشهده اتاقمون رو به حرم امام رضا و یه مقدار استراحت کنیم و بعد بریم کلی گزارش داریم براتون خب آقای سیاد فیلم بردار هم بخوابه اتاقش رو بهتون نشون میده داخل هتل قصر طلایی مشهد تشریف بیارید اتاق 14-16 هستش اتاق دابل آتریوم تقدیم حضورتون بفرمایید خیلی خوش آمدید این اتاق در بلاتشون رو مهمجا داریم خدمت حضورتون و اینکه برای تخت دره و این تخت سینگه بس اتاق آتیوم ما پنجره به فضای آتیوم هتل هستش که فضای آتیوم هتل هم یک فضای دیزاین شده با آب نما مصنوعی هست و نوشیدنی ها تنقلات مینی بار همگی خدمتون رایگان هستش یوزرنیم و پسورد وایفای روی کاور کارت نوشته شده هر دو یکی هستش هم یوزرنیم و هم پسورد وایفای که من اینجا به عنوان خدمتتون قرار میدم و این هم مختصر توضیحات هتل هستش بازم اگر سوالی کم و کسری بود راجع به هتل یا راجع به اتاق با داخلی 800-2400 در خدمتتون هستیم گلم دومین جایی که در مشهد حتما باید تست بکنید میدان سوم اسفند یا میدان ده دی الان بهش میگن و همه مشهدی ها ازش خاطره دارند پیروشکی معروف سوم اسفند که یه پیروشکی خاصه با گوشت با زبون با مرغ و ترکیبای خیلی مختلفی داره حتما باید اینو تست بکنید جایی به نام تبرک 38 سال یعنی من بچه ها 6 سالم بود این گده بودم می اومدم اینجا تست پیروشکی میکردم تا همین الان بریم داخل خب دوست دارم کلاً چهار مدل پیروشکی دارن که این پیروشکی معروف رستبیف گوشت چرخ کرده است مرغ و پیتزا من عاشق رستبیف و گوشت چرخ کرده شدم بچه روست بیفش و گوشت چرخ کرده شو الان دوباره براتون تست میکنیم با من همراه باشیم برای بردن با یک نون با آقا خب اینم بچه نوستالژی ترین پیروشکی دنیا از نظر ما مشهدی ها و اینو ببینیم این روست بیفشه که فوق العاده خوشمزه است یعنی هرچی براتون بگم واقعا کم گفتم شبه هم یه لب بیندازیم اینجا یه لب بیندازیم اینجا و این هم بچه هم میان از امریکا بلندشی بیای اینجا و این پیروشکی رو بذاری برگیر این حتی خوشمزه تره میشه چرخ کرده شد عاشق بافت پیروشکی شما بچه‌ها هیچ جای دنیا نمی‌تونید اینو بدید. دستون خالی. با من همراه باشید. می‌ریم سراغ سومی.
صبحتون بخیر. سومین لوکیشنی که داریم میریم، معروف ترین غذای مشهدی رو داره به نام شله مشهدی. خیلی از ماها توی عرضم بزرگتون عزاداری ها توی مراسم خاص شله میخوردیم و نکتهش اینه که حتما باید با نون سنگک بزنی، با سبزی خوردن و نوشابه شیشه‌ای و اینجوری بری بالا. کلی گزارش داریم، این شله در دنیا بی‌نظیره، نیست مثلش در هیچ جای دنیا. با من همراه باشید، کلی گزارش داریم. خب دوستای گلم، اینم شله پزی رضا. یه چیزی بوده 4-5 سال پیش اومده بودیم گزارش گرفته بودیم ازشون، الان اینقدر زود رسیدیم که هنوز کیکرها رو بالا ندادن، ولی ما خواهش کردیم زودتر بتونیم شروع کنیم به دلیل اینکه یه سورپرایز دارم براتون. قرار مامان مهین و بابا قدرت و داداش نوید رو ببینیم و میسید. میسید چطوری؟ میسید عاشق شله است، یعنی یه روز شله نخوره انگار اصلا شله نخورده. سلام سان خوشمزه. به به. فقط خوشمزه. مار زنده بچه مار زندانی کرده. اینجا شروع میشه. اومدن با خودته، بیرون اومدن با خداست. همینطور که دیدید حرارت از بالا میاد، البته میگن این قابل خوردن نیست ولی بعضی ها دوست دارن. من میشه یه تیکش رو تست کنم؟ بله بله تست کنم. تست کنم باشو آقا نمیخواییم میگن نخواییده. شله مون چیه داره؟ شله غذای تقریبا شبیه حلیم، ولی به جای حلیم، به جای گندم حلیم حبوبات داره که 5 مدل حبوبات داره: لوبیای سفید، لوبیای قرمز، لوبیای چیتی، لوبیای رشتی و نخود. گوشتش هم گوشت. گوشتش هم اگر گوسفند باشه خوشمزه تره. که معمولا این گوسفند داره، همون گوسفندای ما هم دیگه چی داره؟ میاد اینجا. بعد گوشت ریش ریش میشه. بله، این گوسفند که پخته میشه بعد قشنگ ریش ریش میشه، توی یک مرحله از شله داخل حبوبات میشه و با بلغور و برنج که ترکیبش میشه این. خب. یه چیزی حدود 20 ساعت هم آره این طول کشیده که شده این. خب من برم این من 20 ساعت 20 ساعت خب این هم همون شله خوشمزه مشهدیه که پر از گوش، یعنی شاید تنها چیزی که فرق یک شله خوب با یک شله متوسطه همین مقدار گوشتشه و تبخور در پختش. همین رو که ملاحظه میکنین همش گوشته، گوشت گوسفند. آقا این خورشت شله است که با رون بره درست شده، یعنی تمام گوشتش رون بره است. مشهدی‌ها یه اصطلاحی دارن میگن کجا شله مدن، یعنی باید برن کجا و شله رو پیدا بکنن، حالا چه در عاشورا تاسوعا، چه در عزاداری‌های دیگه، چه در مراسم دیگه. ولی شله پزی رضا یعنی اینجا شله مدن. اینجا یادتون باشه اینجا نه ها، هر روز هم شله مدن. هر روز شله مدن بفهم. بله شله هر چی پر قیمه تر باشه خوشمزه تره. خب بچه یه اصطلاحی مشهدی‌ها دارن به نام سریز که موقعی که دارن مثلا فرض کن نزبی یا غذا یا شله در واقع سرو میکنن، حالا یا برنج سریز میاد، اینجا قیمه سریز دارن. خیلی خوبه.
بفرمایید. مرسی، خیلی ممنون. بچه‌ها این همون سینی شله معروفه، شله مشهدی، قیمه روش میاد که فوق العاده خوشمزه. اینو به عنوان سرریز گذاشتن و اینم سبزی خوردنش و نون سنگک. این ترکیب ترکیب اصل شله مشهدیه و فوق العاده است. بچه شاهکاره. اینو ببین. وای. بچه اول اگر خواستید میتونید قیمه و شله رو با هم دیگه قاطی بکنید به این صورت. اوهو اینو ببین. بچه این هر چی هم بیشتر کش بیاد، یعنی که توش بیشتر کش ریختن. نه شوخی کردم، یعنی توش بیشتر گوشت ریختن. فوق العاده است. اوهو داغ داغ. بچه‌ها روزایی که مثلا مثل عاشورا تاسوعا یا روزایی که تو مشهد شله هست، غذا خوردن حرومه. یعنی واقعا هیچ کسو نمی‌بینی که خونه غذا درست کنه. همه منتظرن که شله براشون بیارن و شله نوشجان کنن، یا یه سری آدمایی می‌بینی با موتور، با دوچرخه، با ماشین که دارن با یه دیگه قابلمه گذاشته ترک موتور، داره میره دنبال شله مشهدی. و این شله واقعا هیچ جای دنیا نمیتونی پیدا کنی جز خود مشهد. نحوه خوردنش هم اینه که بچه‌ها یه تیکه نون. حالا بعضی هم ممکنه بدون نون دوست داشته باشن، منم بدون نون دوست دارم، ولی اصلش دیگه اینه. اینو ببین دوام. خیلی معلومه بخورش. اوه فوق العاده است بچه ها، فوق العاده است. اوه اوه خدای من. بچه ها سبزی هم بزنیم، یه قاشق شله. بچه اینم نحوه نوشابه باز کردنه. بچه میارزه از آمریکا باشی بیای، چون من فالورام اکثرا از امریکان چوسی نباشه و اینو بخوری و برگردی به آمریکا. خب بچه این سرگیزشونه، اگه سیر نشدین هر چقدر بخواید براتون میریزن. اوه دست شما درنه. یکی دیگه هم بریزی دیگه، دوتا دیگه بریزی کافیه. دست درنه. خیلی ممنون. بچه اینم سرگیز قیمه شونه. یه دونه بریزی کافیه. مرسی مرسی. اینم میریزی روش و دوباره شد یه اینجوری. بچه بچه این جالبه که هیچ هزینه ای هم بابت این نمیگیرن. خیلی خوبه. خب دوستای گلم اینم از گزارش شله مشهدی که امیدوارم خوشتون اومده باشه. حتما اگر اومدید مشهد اینجا رو میس نکنید. بریم که کلی گزارش دیگه مونده. مامان مهین منتظرمونه. بابا قدرت کلی سورپرایز دارم براتون. آقا دم شما گرم. قربون شما. مرسی. ما مشهدی ها سه تا بوسی میکنیم بچه. بله اینم تقدیم به بهترین زوج دنیا. ما مخلصی بوسی به خدمت شما. مرسی خیلی زحمت. شرمنده شما. مخلصی ما مخلصی. محبت دیم. مرسی. خب دوستان بیرون همه منتظرن که بیان شله بخورن. ببینید ما مشهدی ها چجوری هیجان داریم برای شله. خوبی؟ ما مخلصم. بله حتما. بفرمایید اول
بشینیم من هستم تا عکس رو باشه. همش تو این استاد دنبال دارم. ما مخلصیم ما. بازم فروختی؟ بله با اجازه. سلام حال شما خوبی؟ خوش اومدید. خسته نباشید. قربون شما. سلام حال شما خوبین؟ بفرمایید. خب اینم از معروف‌ترین شله ایران که فقط توی مشهد میتونید پیدا بکنید. اگه بخوای به انگلیسی به دوستای خارجیمون بگی که بیان ایران، به انگلیسی چی میگی؟ بیان اینجا شله بخوره. عمو نه عمو.